سرخط خبرها. دستور حساس سرلشکر باقری به نیروهای مسلح پس از اغتشاشات اخیر، فاش شدن تلاش‌های گسترده دشمنان ایران بر علیه ایران در فضای مجازی و آماده شدن 70,000 جنگجوی چچنی برای اعزام به اوکراین. به نام خدا، سلام. به این بسته خبری از پیک خوش اومدید. سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، پس از اغتشاشات خونین و مرگبار اخیر به نیروهای مسلح جمهوری دستور داد که خود را برای نبردهای پیچیده و ترکیبی آماده کنند. باقری در پیامی اعلام کرد که تهدیدات نوظهور و بعضاً ناشناخته به صورت همزمان و با ترکیب اندیشیده توسط دشمنان علیه ما بروز می‌کند. سرلشکر باقری افسوده، ما باید خود را برای چنین صحنه و تقابلی آماده کنیم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در 13 جشنواره مانگ‌اشتار نیروهای مسلح با اشاره به تاکید رهبر انقلاب بر ارتقای توان رزمی نیروهای مسلح اظهار داشت، طی روزهای گذشته 2 مراسم بزرگ در سطح نیروهای مسلح با حضور فرمانده معظم کل قوا برگزار شده است که این توجه و عنایت از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به نیروهای مسلح جای تشکر و قدردانی دارد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه ضمن تبریک هفته فرماندهی انتظامی کل کشور گفت: با توجه به شرایط امنیتی که امروز کشور به واسطه توطئه دشمنان با آن مواجه شده است، جا دارد از خدمات و زحمات فرماندهان و کارکنان فراجا به جهت ایجاد نظم و امنیت در سراسر کشور تشکر کنیم و قطعا این مجاهدت ها و تلاش ها در پیشگاه پروردگار ثبت و ماندگار خواهد شد. وی با اشاره به وقایع اخیر و بروز ناامنی هایی در کشور گفت: در روزهای گذشته دشمنان به واسطه یک بهانه کوچک توطئه و فتنه بزرگی را علیه انقلاب اسلامی رقم زدند تا مسیر پیشرفت کشور را کند و ناهموار کنند، اما ملت بزرگ ایران با درک عمیق و بصیرت نافذ به میدان آمد و پشتیبانی خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در برابر توطئه‌گران استکباری اعلام کرد. سردار باقری اضافه کرد: البته دشمنان با ابهام افکنی و دروغ پردازی در بستر فضای مجازی عده‌ای از جوانان و نوجوانان کشور را فریب دادند و این افراد فریب خورده ممکن است مسیر آشوبگری را با عناصر مزدور ادامه دهند، که البته مسئولیت و مأموریت فرماندهی انتظامی کل کشور با همکاری سپاه و بسیج این است که با دقت کامل و با رعایت تمامی موازین امنیت و آرامش کامل را به کشور بازگردانند تا کشور در سایه امنیت مسیر رشد و تعالی خود را طی کند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه مهمترین سرمایه و عامل پیشرفت هر سازمانی نیرو و سرمایه انسانی آن سازمان و نهاد است گفت: از این رو فرماندهان ما باید تلاش کنند تا نیروی انسانی ضمن بهره‌وری عالی هر روز بر توانمندی و ارتقای سطح کیفیش افزوده شود. وی تاکید کرد: فرماندهان نباید نسبت به وضعیت موجود قانع باشند. شایسته گزینی و شایسته سالاری و مراقبت نسبت به افزایش تخصص و مهارت کارکنان و همچنین استفاده از توانمندی و تخصص افراد و مدیریت مناسب این سرمایه عظیم قطعاً میتواند زمینه رشد بیشتر را فراهم کند. سرلشکر باقری با یادآوری اینکه امروز فضای مجازی نسبت به گذشته جلوه بیشتری پیدا کرده است ادامه داد: اطلاعات کافی از فضای مجازی، سواد رسانه‌ای و مراقبت نسبت به آسیب‌های این فضا یکی از مهمترین نکات که باید به آن توجه شود. به طور قطع ارتقای آگاهی در این رابطه در مسئول ماندن افراد از آسیب‌های این فضا می‌تواند کمک قابل توجهی داشته باشد. لذا تأکید می‌کنم که تمامی فرماندهان ما در سطوح مختلف نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند و با مسئولیت پذیری کامل در این رابطه حرکت کنند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد: مسئولان و فرماندهان ما باید نسبت به اتفاقاتی که امروز و یا در آینده در فضای مجازی رخ می‌دهد
باید درک و فهم عمیق داشته باشند و همچنین با احساس مسئولیت و بصیرت کافی خانواده ها، کارکنان و دیگر افراد جامعه را نسبت به این فضا آگاه و در این رابطه روشنگرانه عمل کنند. وی عنوان کرد طبیعی است که به موازات پیشرفت روش‌ها و پیچیده‌تر شدن امکانات دشمنان برای ایجاد انحراف در جامعه، نیروهای مسلح ما در تمام سطوح نیاز به تعمیق در معنویات، دینشناسی و بصیرت سیاسی داشته باشند. لذا باید اذعان کرد که امروز با پیشرفت‌هایی که دشمنان در این مسیر داشتند، دیگر روش‌های سنتی گذشته و انجام اقدامات تکراری و کم اثر پاسخگوی این وضعیت نیست و تعلل در این زمینه ممکن است ما را دچار عقب ماندگی کند. رئیس جمهور چچن از آمادگی 70,000 جنگجوی دیگر این منطقه برای اعزام به مناطق جنگی در اوکراین خبر داد. به گزارش روز شنبه ایرنا از خبرگزاری تاس، رمضان قدیروف در کانال تلگرامی خود با بیان اینکه جمهوری خودمختار چچن با ارزش‌های ضد دینی و ضد مذهبی اروپایی ها مخالف است، تاکید کرد چچن آمادگی خود را برای مقابله با شیطان پرستان و یاران آنها در هر نقطه از جهان اعلام کرده است. به این خاطر نشان کرد در حال حاضر 10,000 جنگجوی چچنی در عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین مشارکت دارند و در صورت نیاز 70,000 جنگجوی دیگر نیز آماده پیوستن به آنها هستند. رهبر چچن در ادامه با اشاره به مراسم سفارایی نیروهای نظامی روسیه که در شهر گروزنی چچن برگزار شد افزود: مردم و بزرگان چچن در این مراسم حمایت خود از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را اعلام کردند. رمضان قدیروف هفته گذشته در پی عقب نشینی نیروهای ارتش روسیه در برخی جبهه‌های اوکراین خواستار بررسی کاربرد تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی در این کشور شد. وی با انتقاد از فرماندهان ارتش روسیه به علت ترک شهرک لیمان در شرق اوکراین در صفحه شخصی خود نوشته بود: به نظر من باید اقدامات شدیدتر و جدی‌تر مانند اعلام حکومت نظامی در بخش‌های مرزی و کاربرد سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی به اجرا درآید. کره شمالی اعلام کرد که آزمایش‌های موشکی اخیر این کشور در چارچوب بازدارندگی و دفاع از خود در برابر تهدیدهای مستقیم نظامی آمریکا صورت گرفته است. خبرگزاری یونهاب کره جنوبی بامداد شنبه گزارش داد کره شمالی تأکید کرده که تهدیدات واشنگتن بیش از نیم قرن است که ادامه دارد. با آزمایش موشکی اخیر آن وسیله‌ای برای دفاع از خود در سایه اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا است. یونهاب به نقل از اداره ملی هوانوردی کره شمالی اعلام کرد که آزمایش‌های موشکی گامی منظم و برنامه‌ریزی شده برای دفاع از خود و محافظت از امنیت کشور در برابر تهدیدات نظامی مستقیم آمریکا است که بیش از نیم قرن ادامه داشته است. وزارت خارجه کره شمالی نیز گفت پرتاب موشک پاسخی منصفانه به آزمایش‌های آمریکا و کره جنوبی است. پیونگیانگ بازگشت ناو هواپیمابر آمریکایی رونالد ریگان به آب‌های دریایی ژاپن پس از پرتاب موشک بالستیک میانبرد کره شمالی در روزهای اخیر را محکوم کرد. کره شمالی طی یک هفته اخیر 6 موشک بالستیک به سمت دریای ژاپن شلیک کرده است. در همین رابطه آمریکا در هراس از آزمایش‌های موشکی کره شمالی و به رغم کارایی نبودن ابزارهای فشار علیه این کشور، تحریم‌های جدیدی علیه پیونگیانگ اعمال کرد. پیونگیانگ می‌گوید آزمایش‌های موشکی این کشور اقدامی متقابل و در پاسخ به آزمایش نظامی آمریکا و کره جنوبی صورت گرفته است. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.